دستور جدید حکومت طالبان مبنی بر مسدود کردن آرایشگاه‌های زنان در افغانستان و سایر ولایات در یک ماه آینده واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به دنبال داشته است. همکارم فرخنده پیمانی این موضوع را دنبال کرده و با برخی از زنان در این مورد صحبت کرده و می حالا در استودیو با ما است. فرخنده جان خوش آمدید. تازه‌ترین واکنش‌ها در مورد محدودیت جدید طالبان بر سالن‌های زیبایی زنان در افغانستان از چه قرار است؟ با سلام به شما و بیننده عزیز، واکنش البته در تازه ترین واکنش رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق زنان و دختران در افغانستان میگوید که این اقدام طالبان یک فضای مهم و حیاتی دیگر را در عرصه کار زنان در افغانستان از بین میبرد و همچنان کشور را به یک محل بیرحم و افراطی بر زنان تبدیل میکنه. برای برابری همچنان سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با نشر توییت گفته است که مسدودی و منع فعالیت آرایشگاه‌های زنان در افغانستان آخرین سرکوب حقوق زنان در این کشور و محدودسازی زمینه‌های شغلی برای زنان می‌باشد. در همین حال سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امروز چهارشنبه با نشر یک توییت گفته است که رویاها و امید دختران و زنان در افغانستان از بین رفته. یونسکو با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران گفت که این حق اساسی زنان و دختران است و نقض آن غیر قابل قبول می باشد. البته واکنش های بیشتر را در گزارش جا دادیم که با هم یک جا می بینیم. بدون بالا واکنش ها در پی مسدودی آرایشگاه های زنان در افغانستان توسط طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید زنان باید بخشی از اقتصاد هر کشور باشند تا راه را برای خروج از بحران موجود ترسیم کرده و باعث بهبود وضعیت شوند. این اقدام حکومت طالبان انتقاد مدافعان حقوق زنان را نیز در پی دارد. مشکان وافق الکوزی، مؤسس و بنیانگذار اکادمی ایگل آنلاین برای زنان میگوید در 20 سال گذشته سکتور خصوصی رشد و پیشرفت چشمگیری داشت و اما با برقراری حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان همه چیز برای زنان تغییر کرد. یگانه منبع عایداتی که ممکن بود یا یگانه رای که ممکن بود که خانم‌ها می‌ترسند که عاید به دست بیارن خود سکتور خصوصی بود و با وسعت شدن آرایشگاه‌ها ممکن است که از بسیار خانمایی که یگانه نانوارای خانه خود هستند کارشون گرفته میشه، منبع عایداتشون گرفته میشه و زندگی را برشون سخت‌تر می‌سازند و زندگی را برشون تاریک‌تر می‌سازند که این واقعا متاثر کننده است. در همین حال افسانه رحیمی، رئیس پیشین هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید هر گونه محدودیت بر بخش های تجارت و تشبس که در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های زیاد روی آن صورت گرفته بود تاثیرات منفی بر اقتصاد خانواده ها و در نهایت بر کشور دارد. خانمایی که در این بخش ها سرمایه گذاری کردن تجربه کافی داشتن برای در قسمت بهداشتی و زیبایی که من واقعا از این متاسف هستم، ولی من توقع دارم که وزارت تجارت با هماهنگی با اداره امر به معروف بتانه که یک راهکار را یک شیوه را به خاطر حفظ از این تجارت ها و این سرمایه گذاری ها داشته باشن. یکی از مالکان یک آرایشگاه زنانه در کابل میگوید تنها در شهر کابل بیشتر از 1000 آرایشگاه های زنان وجود دارد که اکثر کارکنان آن ناناور خانواده هایشان بودند و وضع این محدودیت زندگی این زنان را بیشتر دشوار می سازد و مشخص نیست که پس از این مخارج خود را چگونه تامین خواهند کرد. مگه منبع درآمد خود در سالن زیبایی از دست بتام، اولش من خرج تحصیل اطفال ما داده نمیتونم و مطمئنن اطفال ما بیسواد میمانن. وقتی که من کار نکنم نمیتونم کرای خانه رو بتام و مطمئنن اولاد ما در و مطمئنن اولاد ما در سر سرک میمانن. واقعا ایره یک مادر تحمل کرده نمیتونم که اولادش گشنه باشه. آرایشگر دیگری با حفظ نامش به اسوسییتد پرس میگوید که با وضع هر محدودیت حس میکند که زنان دیگر حق زندگی در این سرزمین را ندارند. لطفا از تان تقاضا میکنیم این کار را نکنیم، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپی حلال با پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن ندارد.
جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است تا محدودیت ها بر زنان را در افغانستان لغو کنند، و اما حکومت این گروه تاکید کرده است که سایر محدودیت ها بر اساس آموزه های دینی اتخاذ شده و جهان باید با آن احترام بگذارد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.